نهم سوری 1350 رو قیام دختران مسلمان مکاتب کابل به وقوع پیوست و قوای رژیم در برابر با استفاده از خشونت، قساوت و گازهای زهری و مسموم ساختن آنان آغاز نمود. در این قیام دو تن از سازمان دهندگان قیام ناهید و وجیه به شهادت رسیدند که تاریخ مبارزات اسلامی کشور ما هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد. در دل شهر بلا حنجره لا ناهید نفس آتشی لشکر الدا ناهید گل قربانی خورشید و چراغانی ما مشعل خاطره در دفتر الدا ناهید آیت کوه و سفرنامه مرجانی دشت سوره جنگل و آینه دریا ناهید هیچ افسانه عشقی نگشاید معنی گل مجنون ترا ای همه لیلا ناهید فردای قیام اناهیتا را تبزاد با مکاتب دختران رفته و میخواست آنان را از مبارزه منصرف سازد که نتیجه نداد و رژیم به مشوره دستگاه جهنمی خاد مسموم ساختن آب آشامیدنی مکاتب را پیش ساخت تا از قیام جلوگیری نماید. و اما با چنین احوال کارمل دعوت زنان روسی را لبیک می گفت و دستپخت آنان را با میل فوق‌العاده فرو می برد و اشعار می داد که در دوستی با روس‌ها پیش قدم تر است. Еще у нас в программе? Эстафета. Закончим. Так, а там кто победитель? Дружба. Дружба? Дружба, да. Правильно. А вручили красиком. Да, со стрельбы приехали? Самский дустис. Соревнование дружбы. Кибештад да дусти авальмича. Мы соревнуемся, кто сильнее в дружбе. Афганцы или советские? Ой, Афгана! Афгана! کارمل که دیگر در نزدش وطن و خون مفهوم ایمانی خود را از دست داده بود از گره ابدی سرنوشت خود با شوروی چنین سخن می‌گفت به دین مناسبت ما از اعماق قلب و جان و روح خود با او پیوند جاودانی که سرنوشت ما با اتحاد شوروی برای ابد گره خورده است اما در برابر به خاطر اغوای عوام از اسلامی که به آن اصلا ایمان نداشت نیز دم می‌زد از زمان وقت دو نوع اسلام ظهور کرد یک اسلام واقعی و حقیقی و محمدی یک آن را به نام موافقین یاد میکنند یکی اسلام منافقین که در آن وقت هم وجود داشت به حال چهره اصلی کارمل او هنگامی که با رفقای حزبیش مواجه بود اعلام میکرد که به خاطر کسب عضویت حزب اعتقاد راسخ به مارکسیسم و لنینیسم شرط اصلی است و شما میگم رفقا اگر اعتقاد عمیق راسخ به ایدئولوژی طبقه کارگر به مارکسیسم لنینیسم ندارین هیچ اجبار برای شما نیست که شما حتما حزبی شوین میتونین
با جرأت بگوین که من روز مطالعه میکنم. برای کارمل هیچ چیز جز غلامی صادقانه بر روزها مطرح نبود. توجه کنید او با بی‌شرمی تمام در حالی که صدایش مزدورانه بلند میشود چی را به ناک اول افغانیت میداند. رفقا باید به صراحت برای شما خاطر نشان بسازم کی کیست، چگونه باید شناخت افغان وطن پرست کیست؟ وطن پرست آتشین، افغانستان انسانی، افغان نوین، انسان افغان نوین کیست که وفادار و دوستی افغان شوروی باشد؟ ای ملاق دارد کاجیبی که نجیب را بر ریاست دستگاه جهنمی خواب گماشته بود، تشکیلات خواب را وسعت بیشتر داد و ادارات آن را به بیش از 100 ریاست بالا برد که کشتار بی‌رحمانه و به زندان افکنی ها وظایف اصلیشان را تشکیل میداد. زندان پلچرخی در آغاز تجاوز روس ها از وجود پرچمی ها خالی شد و طبق برخی گواهی ها ندرتا مسلمانان نیز از زندان رها شدند که استاد سیاف در همون شمار بود. استاد سیاف که میدانست رژیم او را دوباره گرفتار میکند با رهایی از زندان به پشاور هجرت نمود. خواب به هدایت مستقیم مشاورین و دکتر نجیب دامنه فعالیت های ضد انسانی خود را تا سطح کوچکترین ادارات و مناطق مسکونی توسعه داد و بزودی زندان پلچرخی دوباره لبریز گردید. گفته می شود که نجیب رئیس عمومی خواب مسئولیت قتل بیش از چند هزار مسلمان را به دوش دارد که شبانگام زیر شکنجه ها و یا در پولیگین ها به شهادت می رسیدند. با اساس اطلاعات افشا شده بنابر روابط نزدیکی که حشمت کیهانی سرنوال اختصاصی انقلابی، عبدالکریم شادان رئیس محکمه اختصاصی انقلابی و نجیب با هم دیگر داشتند، نجیب می توانست حکم اعدام برخی افراد را حتی پس از قتلشان نیز حاصل کند که پلوگین پلچرخی شاهد خوب این اعمال ضد انسانی است. با آستان بوسی کرمل کارمل در ایام زمامداری مزدورانه خود سفرهای متعددی را به شوروی انجام داد که هر بار دید و دیدهای او اهداف شوم و ضد اسلامی را در قبال داشت. اولین بار در 23 میزان 1359 کارمل جهت جلب حمایت بیشتر شوروی به ماسکو رفت و در پایان سفر اعلامیه مشترکی را مبنی بر رد تلاش های بین المللی برای ایجاد حکومت دلخواه مردم با بریژنف امضا نمود. سنوی دلو 1359 کارمل بار دیگر وارد ماسکو شد تا در کنگره 26 حزب کمونیست شوروی اشتراک نماید. کارمل در این مرتبه مورد تفقد بیشتر باداران خود قرار گرفت و بریژنف با پاس وفاداری ها مدال را روی سینه کارمل آویخت. سوچار قوس 1360 کارمل کابل را به قصد بلغاریا ترک گفت، اما فردای همان روز در مسکو نشان طلایی خورشید آزادی را که از سرمایه ملت افغان تهیه شده بود به مناسبت سالگرد تولد و بریژنف پیشوای متجاوزین تقدیم کرد.
رفیق گرامی لئونید ایلیچ برژنو، رفقا و دوستان نهایت محترم، کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقلابی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مردم افغانستان وظیفه نهایت پر مسئولیت و بسیار پر افتخار را به عهده من گذاشتند که اجرای آن باعث سرور به حد من است تا به مناسبت جشن پر افتخار سالگرد شما نشان عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان، نشان دیازاده المر یا خورشید آزادی را به شما تفویض کنم. ۲۱ فوریه ۱۳۶۱ کارمل پل فراز دریای آمورا که کمونیست‌ها پل دوستی می‌خواندند افتتاح نمود، که روس‌ها می‌توانستند با استفاده از این پل حمل و نقل وسایط و وسایل کشتار جوی را به سازگی انجام دهند. عقربی 1361 برابر نوامبر 1982 وحشی ترین جنایتکار تاریخ که لقب فرعون قرن 20 را کمایی کرده بود به طور مرموزی از میان رفت. با کارمل به منظور اشتراک در عزاداری او و سپردن وعده دیدار در دوزخ به مسکو شتافت و به همین مناسبت در کشور 3 روز عزای ملی را اعلام نمود. با مرگ برژنف بروشنی پیدا بود که کارمل ضربه شدیدی را متحمل شده است. او غمگینانه در کتاب مرگ برژنف امضا نمود و در جلسه شورای انقلابی یک جا با رفقایش سکوت شرم‌آور اختیار کرد. در اثر وحشتی که روس‌ها و مزدورانشان در افغانستان انجام می‌دادند، سلسله مهاجرت ها به جنوب و غرب دامنه وسیع کسب کرد و مردم با تحمل مشقات راه به ایران و پاکستان پناه می بردند. جریان مقاومت بر ضد قشون سرخ که در نخستین ماه های تجاوز آغاز یافته بود نظم بیشتر می گرفت و خلاف پیشبینی محققین خارجی که گویا افغانستان طی 3 ماه به دامن شوروی سقوط خواهد کرد، با پیروزی های مجاهدین جهانیان را با حیرت واداشت.
کارگزاران سریال با تعهد و میثاق اسلامی که دارند تلاش ورزیدند تا زوایای مبهم بخشی از تاریخ کشور را کشف و به انظار مردم قرار دهند. نسبت عدم دسترسی به مواد کافی و سایر معاذیری که وجود داشت، جای برخی برادران در سریال خالی مانده است. از تمام جبهات جهادی خواهشمندیم تا فیلم‌های مستند و سایر اسناد را که در زمینه مکمل کمبودی‌های سریال شده بتوانند به دسترس رادیو تلویزیون دولت اسلامی افغانستان قرار دهند. روز پی در پی روز پی در پی بخش چهارم. افغانستان گذرگاه خونین. و اینها اند برگ‌هایی از درخت خونین شهادت که توحید و آزادی را به بهای جانهای شیرینشان هدیه کردند و تحت رهبری بزرگان جهاد افغانستان فاتحانه و جانبازانه به جاودانگی پیوستند. دکتر گلعلم عامر دعوت پروان و کاپیسا و کابل، سید منصور آقا فرمانده جبهات بغلان، دکتر محمد ولی فرمانده در لوگر، نیک محمد فرمانده در بادغیس، فرمانده صفی الله افضلی عمر جبهات حفیظ الله افضلی شهید، کریم فرمانده در قرهوا، پادشاه فرمانده در بگرام، فرمانده نعیم خان، مولوی شفیع الله فرمانده در کوه صافی، فرمانده خانگل، فرمانده مدت خان، غلام فرمانده در کندوز، فرمانده کریم،
فرمانده محمد اسماعیل طارق. فرمانده لالا ملنگ. انجینیر سلیم فرمانده در بغلان. فرمانده محمد اکبر. فرمانده عبدالودود. فرمانده عزیز الدین. فرمانده حمید الله. فرمانده عبدالملک مشهور به خیاط. فرمانده فیض محمد. فرمانده محمد عمر غازی. فرمانده فضل رحمان. فرمانده تهران افغان. فرمانده عبدالله جان. فرمانده عبدالواحد. فرمانده سید علاءالدین. فرمانده خالو. فرمانده و سخنور توانا عبدالحی شیدا. مامور عبدالله فرمانده در بلخ باستانی. فرمانده و امیر جماعت دعوت الى القرآن و سنه شیخ جمیل الرحمن. تجاوز روس‌ها به افغانستان را آنگونه که پرچمی های هوادار کارمل می خواهند به درخواست ترکی مبنی بر اعزام مساکر نسبت دهند در واقع چنان نیست، زیرا بنابر حقایق افشا شده بریژنف شخصاً به تقاضای ترکی پاسخ رد داده بود. بعدها بنابر عوامل خاص و مشوره های شاخه پرچم و بعدهای فریبنده کارمل، بریژنف با اطرافیان نزدیکش عجولانه تصمیم تجاوز به افغانستان را اتخاذ کردند. بریژنف طی صحبتی با خبرنگار تاس گفته بود که ما تصمیم به چنین اقدامی را اتخاذ کردیم و هرگونه مسئولیت را در این زمینه متقبل خواهیم شد. به هر حال، آنچه در این رابطه روشن‌تر از سرتاسری شدن و گستردگی جهاد افغانستان است که با تجاوز شوروی افغانان را در برابر آزمون دیگری قرار می‌دهد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.